من از روزی که پا به میدان مبارزه سیاسی گذاشتم یه فکر بیشتر در سر نداشتم که همچنان هم همونه. آزاد شدن کشورم و فراهم شدن شرایطی که مردم ایران سرنوشت خودش رو برای خودشون تعیین کنند. برای خودم هیچ نقشی فراتر از این نه در نظر گرفتم نه دغدغه من هست. ما رو هیچ کسی به غیر از رو خودمون نمیتونیم اتکا بکنیم. چه دنیا بخواد چه دنیا نخواد ما باز کار خودمون رو انجام بدیم. اینو برادرانه بهتون میگم، من که اینجا نشستم گزارش از صبح تا شب بهم میرسه که در فلان تظاهرات آیا عکس شما بالا بود یا خیر، یا فلانی عکس مصدق رو بالا آورد یا خیر، یا ایکس و ایگر و زد و فلان بودن یا شعار دادن یا نه. برای من این مسئله اصلا مطرح نیست. برای من خودمون که اگر این رژیم این سرکردگان بمانند ایران از این هم کمتر خواهد رفت، ملت از این هم محرومتر خواهد شد. مهمترین مسئله استمرار، اتحاد و همبستگی و همصدایی است. این فرقه تبهکار اشغالگر را نهایتاً پایین خواهیم کشید و ایرانمان را پس خواهیم گرفت. دوباره می‌سازیم وطن. هم‌میهنان عزیزم، امروز دیگر هنگام یک تعیین و تکلیف تاریخی فرا رسیده است. هزاره‌ای نوین آغاز شده. پیغام من به مردم این هستش که مردم امروز دارن پیغام میدن به همگی ما و به دنیا که دیگه به اینجامون رسیده. ما دیگه زیر بار این خفقان نمیریم. ما نخواهیم گذاشت این نظام ما و نسل‌های بعدی رو نابود بکنه و حتی کشورم. تنها قدرت تعیین کننده در جامعه ایران قدرت ملت است. تنها نیروی کارا نیروی مبارزین همصدا و همدست ایران است. بدانید که هیچ دولتی دلش به حال ایران نسوخته است و نمی سوزد. هیچ خارجی منافع ملت ایران را به منافع خودش ترجیح نمی دهد. اما هیچ دولتی هم هرگز نمی تواند سرنوشت ایران را برخلاف خواست ملت ایران تعیین کند. برادرانم، خواهرانم، با تک تک شما سخن می‌گویم و با ایمانی راسخ یادآور می‌شوم که دور تازه‌ای در مبارزه ملت ایران برای فروپاشی دیوار ظلم این بیدادگران آغاز شد. فاکتور تغییر و تصمیم‌گیر مردم ایران هستند. من روی سخنم همیشه و تنها به سوی مردم ایران بود. من خودستانی، من آذری، من کرد، من بلوچ، من مسلمان، من مسیحی، من کلیمی، من ایرانی، ما مردم ایران. نوبت ایران فرا رسید. من با آنهایی که بر این باور هستن هم سنگر، هم هدف و دست همکاریم رو با کمال میل میدم و برای این مبارزه میکنم که اون کسی که مخالف عقیده من هست در آینده ایران حق اینو داشته باشه که در مقابل من بیسته و بر علیه من رأی بده و همینطور من این حق رو داشته باشم و انتظار دارم که از این حق من هم اون دفاع بود. صدها هزار نفر اکثرشون هم جوان بودن، بنابراین این افراد دیگه اون گولی که به اون زمان خوردن رو نمیخورن. اتفاقا بیشتر این جوان‌ها هستن که به من میگن که ما هستیم که شما رو برمیگردونیم، ما هستیم که اون اشتباه پدران و مادرانمون رو نخواهیم کرد، ما هستیم که فهمیدیم که چه گرفتاری و چه بدبختی سرمون اومده با این انقلابی که این رژیم و سر کار آورده. از این لحاظ جوان مملکت امروز نه تنها گمراه نیستن بلکه از هر کسی مشخص‌تر آینده خودشون رو جستجو میکنن و بنابراین از این لحاظ من هیچ شکی ندارم که این جوان‌ها موفق خواهند بود. بچه‌های امروز، جوانای امروز اشتباه 40 سال پیش رو نخواهند کرد. حواسشون جمع هست، اما نیازمند اتحاد هستند، نیازمند یک صدایی هستند. امروز وقتشه که تمام نیروهای سیاسی که ادعای وطن پرستی و ملی گرایی و آزادی و دموکراسی و حقوق بشر رو دارن، من کار ندارم چپن یا راستن یا طرفدار جمهوری هستن یا پادشاهی، امروز باید متحد باشن برای مردم ایران. بچه‌های امروز، جوانای امروز اشتباه 40 سال پیش رو نخواهند کرد. حواسشون جمع هست، اما نیازمند اتحاد هستند، نیازمند یک صدایی هستند. امروز وقتشه که تمام نیروهای سیاسی که ادعای وطن پرستی و ملی گرایی و آزادی و دموکراسی و حقوق بشر رو دارن، من کار ندارم چپن یا راستن یا طرفدار جمهوری هستن یا پادشاهی، امروز باید متحد باشن برای مردم ایران که من تا روزی که زنده هستم و تا روزی که همه آزاد ندیدم که بتونم آینده خودشون رو به دست خودشون تعیین کنن، نحوهی از خرجت بیچارگی نخواهند کرد. ما مردم ایران باشیم، دوست دارم به شهر بشیم، ما مردم ایران دوست باشیم حرکت انجام بدیم و من میخوام پرچمدار این حرکت بشم، پرچمدار ایران آزادی ایران بشم، پرچمدار این راه استقلال باشم که ما کمتری پذیره من جانم خودمو خواهم کرد تا اون زمانی که یا در یک گله من از زنده برای جان صدامو خفه بکنه تا روزی که جان در بدن دارم و نفس میتونم بشم و قلم میتونم بزنم مدافع حق تک تک شما خواهم بود، حتی اگر دشمنی پدری با من داشته باشید، بلکه من با شما هیچ دشمنی ندارم. من به خاطر آزادی کشورم تا پای جان مبارزه خواهم کرد. امیدوارم در این راستا تنها نباشم و کمک شما رو داشته باشم. سپاسگزارم. از نخبگان و نیروهای سیاسی میپرسم
کجا ایستاده اید؟ آیا چیزی جز آزادی و حکومت مردم بر مردم می‌خواهید؟ آیا راهی جز همکاری همدلانه برای بازپسگیری کشورمان از اهریمن می‌شناسید؟ من به همه نیروهای سیاسی دموکراسی خواه فارغ از گذشته و گرایش سیاسیشان دست یاری دراز می‌کنم و می‌خواهم با کنار گذاشتن اختلافات و خود بزرگبینی و برتری‌جویی روی یک هدف متمرکز شوند. نجات ایران. نجات ایران. امروز زمان تاریخ نویسی نیست، بلکه زمان تاریخ سازی است. این بر ماست که بیایم و کاری بکنیم که تاریخ نویسان آینده که قاضیان اقدامات امروزی ما خواهند بود بگویند که ما به عنوان یک ملت بیدار و مسئول به مسئولیت اولیه‌مون در حفظ آزادی کشورمون کوتاهی نکرد. این است حاصل اصلی این فعالیت‌ها و هدفی که باید داشته باشیم. به هر حال من به سهم خود مطمئن باشید که این تعهد، این پیمان، این میثاق را با همیهنانم دارم و خواهم داشت. امیدوار هستم که سایرین نیز که به این ندا آمادگی پاسخ دادن را دارند به سهم خود کوشا باشند تا ما هرچه زودتر زمینه این آزادی را در مملکت عزیزمان پایه‌گذاری بکنیم. جان من فدای خاک پاک میهنم، مهر تو چون شد بیشم، دور از تو نیست اندیشم، در راه تو ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما.